دوباره با یک برنامه کاملا متفاوت دیگر در خدمت شما حاضر شدیم. دقیقا در 14 فوریه سال 2020 ساعت 3:29 بعد از ظهر، شاعر خوش‌سیما و خوش‌چهره و خوش‌دل ما به نام هدا خموش یک تابوشکنی را در جامعه سنتی افغانی انجام داد. او از پسری که عاشق شده بود به نام رفیع جسور در صفحات مجازی فیسبوک یک متن زیبای نوشت و گفت که دوستش داره و میخواد که با او عروسی بکنه. با گذاشتن این متن و این پیشنهاد قلبم درد دارد، به شدت میزند و اشکم به امان جاری است. جسورم، میخواهم این دوستی را که تا حالا ساده بوده تبدیل به یک عمر زندگی در کنار تو شود. میخواهم یک عمر همسر و همسفر تو باشم. به درخواست خواستنت پاسخ مثبت بده و با من ازدواج کن. ما با هم خوشبخت می شویم. این متن در رسانه‌های مجازی دست به دست شد و سرخط رسانه‌های مجازی شد و نظریات، پیشنهادات و انتقادات بیشتری از هموطنان در خودش داشت. بعد از آن آقای رفیع جسور در فیسبوک همچنان متنی گذاشت و از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت که او هم دوست داره که تا بعد با بانو هدا خموش زندگی بکنه. تصمیم دقیق و درست است که سنجیده شده و به واقعیت ها نزدیک باشد. درخواستی که از من شده بود کاملا غیر منتظره بود. هر تصمیم عجولانه‌ای به آینده ام آسیب می زد. مشوره با خانواده ام امر آگاهانه و مطابق به واقعیت های این جامعه بود. هدای عزیز، به دنیای کوچک من، به قلب و به زندگی من خوش آمدی. برای بدرقت فرش سرخی از دلم ساختم. برخیز، به چهار دیواری که عقلانی تدارک دیدم قدم بگذار تا با هم به جنگ زندگی برویم. با کمال شجاعت و افتخار انگشتر حلقه نامزادی را بر انگشت بانو هدا خموش نمود و سپس آقای جسور با افکار بلند و شجاعت حلقه نامزادی را بر انگشت بانو هدا خموش نمود و باز هم با یک تابو شکنی با دعوت چند تن از مهمانای محدود و با نشر به صورت لایف در فیسبوک محفل عروسیشان را جشن گرفتند. ای که اونا با چه چالش هایی روبرو شده بودند و حال چقدر یک زندگی زیبا دارن، من میخوایم برم از نزدیک با اونا صحبت بکنم. امیدوارستم شما تا آخر مرا بیننده باشین. پس من میرم آماده شوم، اما یادتان نره که چینل را سابسکرایب بکنید، برنامه را لایک و منتظر نظریات زیبایتان هستیم. بریم بخیر. بیننده های خوب ما، محال همراه با هدا جان خموش هستم و میخوایم ازش چند سوالی داشته باشم. هدا جان مانده نباشید اگه انشالله که سوالا را قشنگ جواب بدی. اولین سوالم یه از هدای نازنین، چی شد که به فکر از این افتادی که بیایو یا فکر کردی که بیایو در فیسبوک یک متن قشنگ بنویسی و یک تابو شکنی بکنی، مهمتر از اون، و از یک پسری به نام رفیع جسور خواستگاری بکنی و این متن مخصوصا همگانی بسازی؟ خب در نخست باید از شما تشکری بکنم و یک زحمت کشیدین آمدین. من همیشه دوست داشتم کسی ده که خودم طبیعتا دوست دارم، انتخاب قلبم است، اما را بگیرم. این که بر من خواستگاری بیایی یا من خواستگاریش بکنم اصلا برای مهم نبود. خب جسور من تقریبا 2 سال میشناختم. البته از نگاه دنیای مجازی همیشه پوستاش تعقیب میکردم، کارش تعقیب میکردم، عکسایی که میگذاشت و معمولا کارهایی که میکرد میگذاشت و همیشه از استوریاش میدیدم و بیشتر از شخصیتش خوشم آمده بود، بیشتر جذبش میشد، بیشتر هر روز بیشتر و بیشتر. بعد کم کم من به این مسیج گذاشتم و سلام علیکم و خیلی به طور عادی صحبت میکردیم و بعد یک موقع بود که من برایش ابراز قلبم را گفتم، بهش گفتم که دوستش دارم. البته اینا بدخشان بودن، من بهشان گفتم که دوستشان دارم، ولی اینا نادیده گرفتن، یک طوری که اصلا برش یک چیز عادی باشه. هیچ جوابی ندادن، شکست عشقی داد دیگه. خیلی یک جواب درستی ندادن. خب ته قلبم ماند و من بازم به کارهایم ادامه دادم، شعرهای ربط میگرفت و یکی برش بنویسم و یا چیزایی که مینوشتم، مکسایی که میگذاشتم همیشه ربط میگرفت. تا این موقعی که بار دیگه هم کوشش کردم که در مسنجر البته به طور پنهانی بهش درخواست بدم و بگویم که من واقعا میخوایمش و نیستم از او دخترهایی که فقط یک دوست داشتن ساده باشه، بازم به طوری که رد کرد.
دوم بار برام رد کرد. دومین بار رد کرد خدا. ما تصمیم گرفتم با نظر داشت یکی از دوستا که استادا هستن در دانشگاه و خودشان شاعر خیلی بزرگ هستن، مقصود ایدریان، برای من پیشنهاد کرد که مجموعه شعرم چاپ بکنم. تصمیم گرفتم و ما در دو ماه تصمیم گرفتم شعرم جمع کنم و ویراستاری دادم و همه جمع شدن و به خاطر رونمایی کابل آمدم. پس دفعه هم خواستم که در برنامه اشتراک بکنم و برای اولین بار من جسوزیان در رونمایی کتاب دیدی. آفرین، چون خوب جای احساس خواسته بودیش. خیلی کار خوب کردی. اتفاقا خواستم مهمان من بکنن و من به خاطری که زمان و مکان خیلی تنگ و زمان کوتاهی داشتم مهمانی شرکت کردم و اتفاقا دیدار ما و اوج عشق و دوست داشتن ما از همون دیدار شروع شد. گرچه که دوستش داشتم ولی بیشتر و بیشتر از همون زمان شروع شد، تا اینکه یک دوست بازم بهش گفتم، میدیدمش، بهم گفت که تو مثلا باورم نمیشه که تو مستعار هستی. من احساس میکنم تو مستعار هستی، داری از عکس یکی استفاده میکنی، شعر یک کسی را پست میکنی و تو خودت نیستی و من الان که میبینمت خوشحال هستم. خب همینطور من در روز کابل مانم، بعد از در روز بعد رفتم، رابطه ما خوبتر و خوبتر شد، تماس میگرفت، من هم تماس میگرفتم و پیام میگذاشتیم، احوال پرسی میکردیم، حتی از خانواده هم دیگر پرسان میکردیم، تا این موقعی که یک شبه تصمیم گرفتم که همینطوری بگذارید رسوایش کنم. تصمیم گرفتی که نوشته بکنی و دیگه تمام احساساتت بگوی و نوشته کنی در فیسبوک. یک صبح بلند شدم به طور عجیبی، یعنی متفاوتتر از دیگر روزا، یک دلهورگی یا یک چیز شادی در دلم بود. خب این متن نوشته کردم، البته در زیر کمپل خود نوشته کردم در صبح. بعد که بیدار شدم برامون تو تلفون گذاشتم و ساعتای 12 بود که ویرایش کردم و دیدم که خیلی خوب است. گفتم میذارمش هرچی باد آباد. حالا میفهمیدم که پشت ای خیلی از اتفاقای عجیبی، خیلی از اتفاقایی که اصلا باور یک آدم نمیشه همی اتفاق میفته، ولی من حتی به اندازه ای شد که من مرگ من پیش چشمان تصور کردم در اون از اینکه میخواستم در پست کنم، ولی به خاطر که بتانم به عشقم برسم مرگ من قبول داشتم. بعد من نگذاشتم و یک حراس، یک ترس عجیبی روی شانه هایم آمد، دلم می لرزید تا به این اندازه یک تلفن من خاموش کردم و خودم از خانه بیرون زدم. وقتی از خانه بیرون زدم بعد از 2 ساعت 3 ساعت بعد پسر عمیم آمد و خواهرم آمد و برادرم آمد و اینا همه به چشمای زمخت و یک جور وحشتناک بهم نگاه کردن. من اصلا تصور نمیکردم که پست ما جهانی شوم یا شیر شوم یا بر رسانه ها دست رسانه ها بیفتم. فقط میخواستم یک به طور ساده ای اما ابراز عشق خدا، چیزی که در دلم هست، بر جسور الان که دوبار به طور مخفی قبول نکرد، میخواستم به دوستاشم یا به کسایی که ایراد میشناسن آگاهانه بگویم که من دوست دارم، شاید بتونم به این طریق من جسور به دست بیارم. تا اینجایی که در دسترهای خانوادگی شروع شد و سر و صداها شروع شد و چی کار کردی، ایدشان ما نیست، اصلا دختری ای کار نکرده، دختری اصلا تا حال دختری در افغانستان از بچه خواستگار نکرده، این کار تو اصلا خوب نیست. خب واکنش های خیلی زیادی، به اندازه که تلفون ما شکستاندن، من دفتن تلفون گرفتم از خانه بیرون شدم و تلفون روشن کردم که جسور زنگ زد و تلفون ما گرفتن و مرا تقریبا در یک شب یک روز در خانه قید کردن، اصلا نگذاشتن بیرون برم. پس 100% از تمام حرفای خدا معلوم میشه که مبارزه هایی را انجام دادی. بله. و 100% پشت این حرفت مبارزه هایی بوده و جنجال هایی بوده که 100% کسی بخوای تابو شکنی بکنه اینا را میبینه. و بیاییم آل سرزیه که خب این موضوع شد، برای من یک کمی خلاصتر بگو که وقتی که جسور پیشنهادت قبول کرد او وقت چه حسی داشتی؟
اصلا تصور میکردی قبول بکنه؟ اتفاقا نه، چون دو بار رد شده بودم و انتظاری داشتم که حتما بازم رد میکنه، حتی اگه جهانی هم شده. من وقتی فیسبوک رو باز کردم دیدم که 180 بار شیر شده. برای ظرف یک ساعت 180 بار شیر شده. و اما تلفون رو من روشن کردم، من نمیفهم شماره من رسانه از کجا کردن دفتن، هی تماس. بعد خیلی هیجانی شدم، من انتظار داشتم که جسو باید جواب بگویه، اتفاقا گریه میکردم وقتی که جواب بله جس آقای رفیق دیدی. منتظرش از همون آغازی که من متن خودم نشر کردم که گریه میکردم تا موقعی که منتظر بودم جسور بر من آره خلاصه بنویسه یا زبانی بگویه، خلاصه باید جواب بگویه. و نوشته ای هم گذاشته بودی که گفته بودی من دقیقا از دست خوشحالی گریه میکنم. وقتی متن تلفنم خاموش بود، وقتی که خواهرم آمد، اتفاقا اولین کسی بود خواهرم که حمایتم میکرد و کمکم میکرد. بر ما وقتی متن جسور نشر کرد، پیش از این که متن نشر کند چندین بار با هم صحبت کردیم و تفاهم ها صورت گرفت، خطای قرمزی که بین ما بود حل شد، حرفایی که میخواست بر ما گفت و من چیزایی که میخواستم برش در میان گذاشتم که من همچون یک دختری هستم و اتفاقا شیرایم این گونه هست، من هیچ کشور این گونه نمیپذیره، هیچ مردمی قبول نمیکنه و تنهایی رو دوست دارم. گاهی وقتا خب خطای سرخ هم دیگر رو حل کردیم، به تفاهم رسیدیم، بین خانواده های ما هم گفتیم و بعد جسور تصمیم گرفت که نامش منتشر بکنه، که بیخبر از این بودم که چی وقت منتشر میکنه. اصلا در موردی که برای ما بلی بگویه هیچ چیزی نگفته بود. تا یک نامه رو خواندم و از خوشحالی دیگه در فیراغنم هم نمی کنجم. وح 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 وح. بله، من حالم رو با رفیق جان جسور نشستم. میخوایم ازش سوالا رو داشته باشم ببینم چه جوابایی میده. جسور و نازنین، میخوایم اولین سوالم از دی باشه که وقتی که فیسبوک روشن کردی، رفتی در فیسبوک و یک پست از هدا جان دیدی که از تو خواستگاری کرده بود، چی حسی داشتی و چی در ذهنت گشت؟ اما لحظه رو با من تعریف بکن. اگر راست بگم لحظه اینترنت هم تمام شده. خب از شانس بعد هدا. ما آمدم خانه ساعت 3:45 بود، رسیدم. خب مادرم بخاری رو گرم کرده بود، نشسته بودم. یک دوستم زنگ زد، گفت سلام و گپا و تبریک باشه و گپا. خب خیلی شوخی کردم، گفتم تبریک چی باشه؟ گفتی کسی از تو خواستگاری کردم. خیلی جدیش نگرفتم، گفتم خب حالا کار خوبی کردم و خداحافظی کردیم. چند دقیقه گذشت، دوست دیگه زنگ زد. زنگ زد و اینم عین ماجرا را که گفت تغییر کردم، یعنی گفتم خب واقعا چیزی شده دیگه. اینترنت نداشتم، خب این شناس گفتم تلفن تا بودی، گفت چی میکنی؟ گفتم با فیسبوک باز کنم یه چیزی میبینم. گفت نه که من تمام شدم. ای بابا. خب من تا رفتم دوباره نت فعال میکردم که دوستای دیگه ای زنگ زدن و تا ای که من چرا فعال کنم نشد، دوستم وحید زنگ زد که گفت ماجرا رو. من گفتم نمیشه. گفت خیلی من مسیج میکنم این نامره. این نامره در تلفن چند پارچه به من مسیج کرد و من خواندم هنگ کردم. همینطوره ماندم دیگه. خب به دلیل از اینکه من یکی همیشه دوست داشتم، زندگی خصوصیم واقعا خصوصی واقع بمانه و هیچ وقت دوست نداشتم زیر ذره بین بره. مادرم گفت چی شده؟ و خب در این وقت شهناز آمد دیر خواند و به مادرم گفت و مادرم خب یک چکی زد و گفت مبارک باشه. نه بمی قوسانی خیلی منتظر بود بنده خدا 5 سال دنبال مرا گرفته بود که بالاخره تو بیا زن دیگه. گفت نشد دیگه، یکی دعای مرا شنید گفت بیا جسور جان. اینه بدونی هیچ حرفی، گفت مبارک باشه. و بعد آمد گمان کنم چنم خیلی تغییر کرده بود، جام کرده بودی صادقانه، جام کرده بودی. مادرم آمد گفت که خب بچیم گپی نیست، حالا یک چیز شده تو ناو در فیسبوک نرفته. گفت که مر چکی هست، چند سال شده هستی؟ تا این تا نامی مرم گفت نوشته کرده. گفتی مردم سر بحث کردن. حالا خواهی که قضیه شده هنوزم خودتم نمیفهمی گپ چی هست، آرام باش. و خب مادرم مرا آرام کرد و بعد رفتم نامه را خواندم و بالاخره تلفن را گرفتم و شروع کردم زنگ زدن که حالا به هدا زنگ بزنم. و این هدا در این لحظه تلفنش خاموش کرده بود.
من فهمید که زنگ میزنی آفرینش. و خلاصه ایره به طور بود. نه تلفنش خاموش کرد و دیگه من هی را میرفتم وسط اتاق و خب مادرم آرام باش میگفت من را میرفتم هرچی اتفاقا که تلفن روخ شد و سر ودا چخ کشید. خیلی یک صحنه عجیبی بود، بدونی که حرف بزنه فکر کنم یک ده دقیقه من پشت سری هم هی حرف زدم حرف زدم تا اینکه بالاخره ما آرام شدم و خب بعد شروع کردیم دیگه حرف مادم جو شروع شد. خب برو شد که اول گپتان امو وقت شروع شد. گفتی که امو وقت برات زنگ زدن و تمام این ماجرا و 100% چند روزی طول کشه تا وقتی که بخوای تصمیم بگیریم. و یک پست ده که ما به فیسبوک دیدم این بود که گفتی من به جدا از فامیل و قوم و گپ شما مردم و همه چیز میخوایم خودم به خودم فکر بکنم و تصمیم ما بگیرم. حالا بگو که چی شد که قبول کردی؟ چی باعث شد؟ خب تو که خیلی عصبانی شده بودی و یک چیز غیر منتظره بود نه؟ طبعا دوست داشتی بری به خانه یکی بگی که مثلا من تو را دوست دارم بعد خواستگاری بکن، این چیز دوست داشتی؟ خب اگر هر کسی تفکرات خودش داره دیگه. من دوست داشتم خودم عاشق شم. خب آفرین. اینا رو بگو پس چی شد که قبول کردی جسور عزیز؟ خب من خدا رو قبلا میشناختم تو نبوده که اما لحظه خدا برای من خب پیشنهاد داده باشه مادرم. خب مادرم میشناختم گای خب پس یک چی هم بگم که من یک سال خدا رو برای من که اولین باره که گفت ما خب دوست دارم یک سال فکر میکنم مادرم یک آدرس مستعاره اصلا هیچ سرش هیچ فکسی هم نکرده بودم. پس خدا جان به تو گفته بود که دوست داره. آی خب بله رسیدیم به مبارزه. خب و من فکر میکنم خب یاد هست مستحاره و این داستان آمد بعد از اینکه من خدا را دیدم عملا من مطمئن شدم که نه حالا خب تماس و حرف و یعنی بعد از یک سال جریان است که خب ما زنگ زدیم و یه گپا بازم خدا برای من بار دوم گفت و خیلی من جدی نگرفتم، گفتم حالا یک شوخی دوستانه یا هر چیزی خیلی اهمیت ندارم به این مسئله و همین تو بودیم یک ارتباط داشتیم دیگه حرف و احوال و فامیل هم میپرسیدیم من فقط در حد همین ما رابطه با هم داشتیم یعنی پرسان چه میکنیم ولی که این شکلی پیشنهاد بکنه دیگه اصلا من منتظرش نبودم. و باز چی شد که قبول کردی؟ اینجا آمد او عصبانیت من تمام شد و خب بایی حرف زدم من اول ازی گفتم خب چرا این کار کردی و خدا گفت که من این حق دارم کسی را انتخاب بکنم. آمدم حالا یک شیوه متفاوتی که ابراز کردم تو را عصبانی کرده ایش به کنار فرض کنم که یک تقصیر من ولی صادقانه این حرف من اولین بار من نیست چند بار گفتم حالا فکر کن جدی شدم خیلی جدی میگم تو چه کار میکنی؟ چه تصمیم داری؟ و خب من آمدم گفتم باید فکر بکنم و من نمیتونم که این لحظه برای تو بگم که بله یا نخواهی. خب خدا رفت و من شب خوابیدم و خب این فکرم من تقریبا یک شب یک روز با خودم فکر بکنم خب حالا این را چکار بکنم، نه حرف مردم برام مهم بود نه حرف خدا هم مهم بود. خب من فکر میکنم خب چطوری با این شرایط چون من آمادگی به ذهنی هم نداشتم و من میرفتم یک مرحله دیگه زندگی اینجا بعد از اینکه من خب فکر کردم و آمدم زنگ زدم به خدا من گفتم تمام خصوصیت و شخصیتی که من دارم دانه دانه برات میگم لست میکنم چی که هستم و هنچی که هستی رو به من میگی حالا جریانی شده که ما پشت تلفن باید تفاهم بکنیم دیگه نه فرصت است که ما ببینیم حرف بزنیم و نه این مسائل همینجا. خب من تمام چیزها را به خدا گفتم خب خدا به ما خصوصیت ویژگی شرایط گفتن دیگه ویژگی فردی و حالا هرچی که بود گفت و خب گفت آشپزی یاد ندارم آشپزی رو باید تو کنی نه از سر آشپزی خیلی فکس نکردیم. خب من به نظر من یکان شرط من این است. خب اومدیم تمام چیه را گفت و خب چیه را که یه گفت حالا
ته و سر حرف شمی بود که خب ما دوست دارم و هستم پای هرچی که هستی بیشکش. و خب ما هم که شرایط چه گفت ما چند تا ویژگی خصوصی که آره من لازم اتفاقا با مشکل هم تقریبا برخوردیم در بعض جایا یکم دفعه حرفمون بلند میشه. خب ما گفتم با این شیوه ما تا اینجا پیش آمدم، این عادتایی را دارم از جمله گاهی خیلی تنهایی دوست دارم، اصلا تو هر جایی هم بزنی من دوست دارم تنها باشم، گاهی خیلی میخوام و به تو هیچ ربطی ندارم مرده میشه میدیم. چند تا چیزه را که گفتم یک دفعه دا گفت ای اینجا یک مکسی کرد. خب بعد ما حرف زدیم، ما هدار گفتم که عشقا میگذاریم کنار همون لحظه، ما اول شرط شرایط زندگی یکی دیگر گفتم و به ما گفت و به ما گفت و ما آمدم برای مادرم گفتم نمیتو یک دختر هست. گفت من اون اول قبول کردم، من گفتم حالا درسته که کرده ولی قصه نیسته که این تو یک دختر هست. گفت من هر تصمیم که بگیر مشکل ندارم. و بعد ما با خدا تفاهم کردیم و بله شد. بله شد. چقدر قشنگ و ما خوشحال هستیم به این که این موضوع شد و بالاخره رسیدن به هم دیگه و یک ازدواج موفق و زیبای داشتیم. ما اصلا تصور این را نمی کردیم که یعنی یک روزی بتانیم هدا و جسور را پهلو با پهلوی هم دیگه ببینیم. به ما کاربران فیسبوکی و صفحات اجتماعی اصلا یک چیز برالاویز که جدید بود، یک چیز خیلی عجیب هم بود و آرزو می کردیم که بسار عاقبت اینا رو ببینیم که اینا هم چه الگوی میتونن به جامعه سنتی ما باشن. ولی امروز من افتخار میکنم از اینکه مهمان خانه هستم که دو جفت قشنگ، دو جفت شاعر، دو جفت روشن فکر پهلوی هم دیگه نشستن و ما رو مهمان کردن. این دیگه افتخار است که اصلا هیچ باورتون نمیشه. تصور میکنین که یک روزی یک خانه قشنگ داشته باشین و یک کلبه داشته باشین و به هم برسین؟ یکی تان جواب بدین. لیدیز فرست شاید بخصم بگیم اما تو در ذهن ما بعد از یک نامه ما منتشر کردم و بعد از یک جسود بله را گفت اتفاقا بله می فهمیدم که با اون شخصیتی که خودش داشت لباسایی بپوشید کارهایی که میکرد می فهمیدم یه خانه خیلی خوبی هم داره. به به یه خانه خیلی خوبی هم داره. بعد خودت چگونه جسور جان؟ نخانه که یک زندگی قشنگی در راه هست. من راست شبم به ازدواج اصلا فکر نمیکنم. ما اینجا رسیدیم به یک بحث، ما رسیدیم به بحثی که خانوما بیشتر به عروسی فکر نمیکنن، اینجا آقایان به عروسی فکر نمیکنن. جسور جان فکر نمیکنه چرا؟ بعدین مصادقانه یعنی در افغانستان خواهی ازدواج چه میگن؟ یک غایت یا یک کلیتی است که کلیت حتمی است دیگر عالمی هست. حالا مثلا تو زود کلان شو فلان بکو درس بخونی بکی بکو بعد شوهر بکنی یا زن بگیری، یعنی بیای یک حالا شده بده یک هدف خیلی 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 بزرگ و خیلی جدی نمیگرفتم. خب میگم حالا چه فرقی میکنه این هم آدم ازدواج کردن چیکار کنه که من نکنم، خیلی بهش فکر نمیکردم. ولی شرایط گاهی سری آدم کار میکنه که بالاخره میاد دیگه به این چی بالاخره شطوری است که دیگه چی میگن به در خانه هر کسی بالاخره زانو میزنه و زانو زد به در خانه خلاص شد. خلاص شد دیگه، حال شکر خدا که متأهل شدیم. ولی یک چیزی بگم که من امروز عصبانیت میسوز. یکی من میگفتم که فکر نمیکردم به ازدواج، به این معنی نیست که حالا من خیلی ناراض باشم از این کار. نه اینطوری هم نیست، من اتفاقا حالا آمدم ولی یک تفاوت کرده که دقیقا زاویه ایره که من برای زندگی مشترک ازدواج گمان میکنم من فعلا میبینم به یکی حالا با پیش زمینه ای که من خیلی به ازدواج هستم فکر میکردم، شاید از زاویه که فعلا من نگاه میکنم ممکن خیلی از زاویه نگاه نکنه. دید زندگی ها فرق میکنه دیگه، افکار فرق میکنه، دیدای زندگی فرق میکنه. قشنگتر از کل چیزی است که چقدر وقت نامزد مانده؟ خلاصه چند ماه نامزد مانده؟ چهار و نیم ماه. چقدر وقت نام خدا دیگه از ازدواج شد؟ ازدواج که نه یک ماه شد دیگه. یک ماه شد. یک ماه میشه که این زوج زیبا ازدواج کردن و قشنگیش ده ای است. اینا خوب خواستگارشان تابو شکنی بود که بود، که عروسی هم یک تابو شکنی بود. اینا یک عروسی خیلی خلاص
زیبا و خیلی صمیمانه و بین خود گرفته بودن و کارت عروسی رم که شما به اول برنامه دیدین چقدر قشنگ بود، یک کارت عروسی که از همه چقدر زیبا دعوت کرده بودن. در مورد عروسی برام قصه بکنین، کی تصمیم عروسی را چه قسمی گفته که یعنی بیا که کس دعوت نکنیم یا که اگه دعوت کنیم کم باشه؟ در مورد تو گفتی؟ خب تو نگفتی یا داد؟ چون دختره دوست دارن دورو برشان جمع جوش باشه. دختره دوست دارن سر در سر. بعد تو گفتی که نه کم باشه. نه راستش کم بودن نه. من وقتی که بیرون حالا بحث مصارفش یکی حالا خب بالاخره مصارف خونه کرده هنیت نیست که مصارف خونه میکرده مصارف خونه متفاوت بودن. با یک چیزی که فرسر من خیلی تجامیه ما از نظر من بعد است وی است که یک کس عروسی میکنه بعد تره دعوت میکنه گونه ای که برد نگاه میکنه که این قرض است که حالا تو باید ادا بکنی. خب تو عروسی را کردی نان داده برای شادی پسر یا دخترت، خب شادی از وا بده دیگه، منت تو چرا سر ما بگذاری و بعد فکر میکنه خب نان ما خورده نان تا باید بخوره. و من خلاف همی بودم، همیشه میگفتم مثلا کارهای گپایی که میشد قبل مثلا من خواهرم ازدواجش بود رفتم مرا وکیل کردم. خب رفتم که گفتن که امو قلین یا امو مریه ایده اونجا ما رسیم دارم پولی میگیرم پولیسیادی گفتن چند است؟ من گفتم هیچی دیگه مصارف شد بتن عرصه کنم برام. خب همه چی شدن این آلای سایبا سر و محصبانشون من از مجلس کشیدن خلاص و وکل دوم می آوردن که باز دوباره هم چیرش کردن، یعنی بودم مخالف بودم همیشه. وقتی که آمدم دیگه خانواده من گفتن پدر مادرم حتی دیگر ها که حالا نام و نمیدونم محفیل کلان و یا گفتم از هیچ کسی من قرض نخوردم، هیچ وقت تصمیم نداشتم که به مردم به من یک دین بعد من یک محفل کلان بگیرم و این کار نمی کنم. کسی دوست داره به نمی شیوه بیایه نداره نه بدل ازی که ازدواج خودش یک مرحله از زندگی است که باید یک چیز خاطری در زندگی مانه. ما اگر راست شد بگیم تابو شکنی در کار نبوده، صادقانه میگم مثلا به فکر تابو شکنی نبودم، به فکر متفاوت بودنش بودم. آفرین، اصلا متفاوت بودم. چقدر روشن فکر بودن سخت است در جامعه ما و شما. و هدا جان و جسور جان اتفاقا که لایف در صفحاتشان آمده بودن و ما و همه کاربران فیسبوک و صفحات مجازی هم بینندش بودیم. بیاین کمی از این ویدیوش ببینیم. چقدر خلاص زیبا قشنگ و بعضی ها دوروبر و همه که قشنگ و لذت میبرن، خیلی لذت بردیم. من اتفاقا من اشتراک کرده بودم گفته بودیم که ویدیو بفرستین، از دکارت خواهش کرده بودیم که اگه نمیان ویدیوی از رقص شادی تان بفرستین. چند تا ویدیو براتون رسید؟ بوداره نمیفهمم 5 تا ویدیو به من رسید. 5 تا ویدیو رسید که خوب دیگه میرقصیدن و شادی داشتن. نمیتونم مثلا. نه نه نه. بعد من گفتم آلبوم خانوادگی میشه، آلبوم میشه شده. 5 تا ویدیو برای خودت رسید و به هدا جان؟ برای من 4 تا ویدیو رسید است که دوستای بیرون از کشور برام. به به، بعد دیگه بقیه همگی تبریکاشون دادن. خیلی قابل افتخار است و ما متاسفانه در کشوری هستیم که همه با پول گزاف کوشش میکنن عروسی بکنن ولی در ایام قرنطینه و کرونا ای ازدواج تانه گرفتین. اول فوق العاده کار خوب کردین که جمعیت کم بود که کرونا شکر خدا نگرفتی. و دیگه ای که مصارف چقدر کم بود. من میخوایم که از ای دو جفت یگانه پیامی که حال براتون بگویم ای باشه که بیاین تا تابو شکنی یک جورایی نه، بیاین به گفته جسور جان فکر متفاوت داشته باشیم و زندگی ما رو متفاوت شروع بکنیم. بیایم سر از این مسئله که خب عروسی شد بخیر و دیگه همه لذت بردیم، بیایم که شما دو جفت شاعر هم هستی. و من شاعر نیستم. شما شاعر نیستی ولی همه بنام شاعر گفتنه. خب حالا نمیدونم چون خانم محترم شاعر است ولی خیلی متنای قشنگ پردازش میشه و ما تو رو شاعر قبول داریم. حالا جنگ نمیزن گر بخیر. بیایم سر این مسئله که شما دو جفت قشنگ با فکرهای قشنگتان و یک بخشتان زندگی شاعری هست که یکیتان شاعر هستین و می نویسین که او هدا جان است که چند مجموعه شعری دست و شعرهای خیلی قشنگیش می خوانیم. قبل از اینکه از هدا بپرسیم چقدر دوست داره دنیای شعری هدا را؟
من راستش به دنیای شعری و شاعر بودن مادر هیچ وقت نخواستم و نمیخوام از زاویه و از نگاه یک همسر بهش نگاه کنم. من میشه یک مخاطب بشک چه فعلا چه صد سال دیگه که حالا امیدوارم صد سال زنده باشه یک مخاطب هستم. هیچ وقت نمیگم که این خوبه این بده و نقد نمیکنم. حتی چند بار از من ویرایش شعرش خواست، یک چند شعرش ویرایش کردم، امورم از سر خودم پس کردم، گفتم تو شاعری هستی، این راه است که تو شروع کردی بعد خودت بری. و دوست داری وقتی می نویسه؟ دوست داری دنیای شعری او داره؟ یک روزه بگم من نمیدونم من کار میکنم در کامپیوتر، یک کتاب بود روش کار میکردم، بعد هیچ حواسم نبود. خب من گفتم خدا یک گلاس آب بده. یک بار گذشت چند دقیقه دیگه هم گذشت، باز گفتم خدا یک گلاس آب بده. من خبر نه که خب خدا در حال نوشتن شعر است، یک دفعه حسابش خراب شد، گفت زده اسم خراب اینجاست که میگه چی که راست میگه حس شاعری دیگه تو دل ساد اول میخواست بگو نیم از بابا شعر می نوشتی و دو جان بگو شعر نوشته میکنم سیست؟ اینه من خواهش کردم ازش درسته؟ ولی یک دفعه هست که شعر به گفته بچه پشت صحنه دیگه وقت نداره دیگه که من بگوی که نیم ساعت یک بجه هست دیگه نمیه حالا وقت نوشته کردن هم دیگه هر وقت که حسش آمد میایه. ولی قشنگش یه از جسور جان که همه شعرهایش بیشتر الهاماتش تو هستی، اینی شیرینه. چقدر شعر نویسی رو دوست داری اوتا و چقدر مخاطبانت ازت فکر میکنی راضیست؟ من اتفاقا از چندین سالی از دوره دانشگاه است که من شعر مینویسم و شعر گفتن من خیلی دوست دارم، مخصوصا دمو آب و هوایی که میباشم خیلی برای من یه جوره لذت بخش است. اصلا خیال از یه بیرون از دنیای کنونی میباشم و یک دنیای لذت بخش است برام، یک دنیای خیالی، یک دنیایی که خودم دارم میسازم، خودم دارم چی میگم رو نمایش میکنم، یک دنیای لذت بخش. و تا از زمانی که می نوشتم خب شعرهای غزل بود و مثنوی بود اینا که اونقدر قابل خواندن نبود، گاهی وقتا دوستا پیشنهاد میکردن که باید شعر بخوانی، باید کتاب بخوانی و کم کم تا ای که من از دنیای غزل و مثنوی و شعر موزون بیرون شدم و رو با آوردم به شعر سپید که شعر سپیدم واقعا مخاطبات خاص خودش نداره. بله از بیشتر دیگه شعرهای سپید دوست دارم بشنوان و بگم. بله از رازر شعر سپید و اتفاقا نه در تنها در افغانستان که کشورهای مختلفی از من مصاحبه هایی گرفتن، شعرهای من رو منتشر کردن و تا کتابای من رو خواستن که کشور ایران بود. و اتفاقا چند روزی است که یکی از دوستای ما از آلمان هم تقاضا داره که کتابات باید بفرستی و خوشحالم که مخاطبای خودت دارم و میتونن یک دختر اینگونه با جسارت میپذیرن. خیلی عالی است. من بازم آرزوی موفقیت و پیشرفت و زندگی خوش و آرام مثل همیشه براتون دارم و همیرقم هزاران عزیزایی که بیننده تان هستن و تشکر از اینکه وقت گذاشتین که ما بیاییم امرتان صحبت داشته باشیم و خسته نباشیم. بیننده های خوب ما جوان، سپاس از اینکه ما رو تا این دم بیننده بودین. امروز من افتخاری رو داشتم که همراه با دو مهربان، دو عزیز، دو جفت قشنگ و روشن فکری صحبت بکنم و من میفهمم که شما با این موضوعات برمیخورین و من منتظر کامنت های قشنگتان هستم، منتظر تعریف ها و تمجید های قشنگتان هستم که جسور جان ببینه و لذت ببره بگه که نه پس واقعا که مردم ما تا این حد هم میتونه که دوست داشته باشه ما رو و من میفهمم که همه دوستتان دارن مثل من. شما میتونین به خاطر از که دیگه برنامه قشنگ ما رو ببینین ما رو دنبال بکنین با سابسکرایب کردن و لایک و کامنت های قشنگتان. منتظر برنامه بعدی ما باشین تا برنامه بعدی که در خدمت شما حاضر میشیم. خداوند نگهدار و تشکر. سلامت باشین جسور جان. بخیر باشه.